فرنگی گایز به چنل بودا بوتک خوش اومدید. دارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. بچه همونجوری که می‌بینی بله یه کمی دکوراسیون عوض شده، دیگه گفتم بیام این سمت که کم کم شروع کنیم، حالا هی اضافه می‌کنیم بهش چیزهای مختلف. هنوز یه نور خفن سفارشم نیومده. بچه کوکب یادتونه؟ کوکب تو اوکراین متاسفانه زیر آوار مونده و الان آبجیش سقرا اومده. این سقرا یادتون باشه. و گزینه بعد مشتبا رو داریم، مشتبا تنبل، اینم جدید بچه اومده و از همه زیباتر لوسیانو. این کوچولو اسمش لوسیانوه. خلاصه اینکه با دکور جدید، تیپ جدید، پیرانه بسیار سکسی، پشمای زده شده، موهای درد شده، درد که نبافته شده، امروز ویدیو جدید براتون آماده کردم گایز. ویدیو در مورد شکور، یادتون بود شکور یکی بود که یه صدایی در میومد، آخرم گرفتنش، الانم آزاد شده. این کالکشن جدیدشه. قراره بریم با هم ببینیم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگیزی بزنید، صداتون نریزه و اینکه سابسکرایب کنید. واو، تو 665 گاو 999 نفر. متاسفانه یه نو کم داشتیم، شد 990 نفر، ولی همون 999 نفر. بریم با هم این ویدیو رو ببینیم. گایز بچه ها قبل از اینکه بریم ویدیو رو با هم دیگه ببینیم، ما خیلی وقت قرار بود یه ماشین بخریم و من خیلی تو فکر این بودم وقتی اومدم کانادا یه ماشین بخرم. نتیجه گرفتم که یه لامبو بردارم، یه لامبورگینی زیبا و زرد، و رفتم و با هزار بدبختی لامبورگینی رو خریدیم، ولی یه اتفاق خیلی بدی افتاد. امروز صبح یه تصادف شدید داشتیم که از رو پله‌ها افتادیم پایین با ماشین و ماشین به فنا رفت. و چیزی که خیلی سورپرایز این وسط اینه که ما از این صحنه فیلم داریم، یعنی وقتی لامبو اون تصادف کرد ما فیلم گرفتیم از این صحنه. بریم با همین ویدیو رو ببینیم، بعد بریم سمت شکور جان. الان میره بشکشه، انتقام نگیری. بلش کنی، بستش همونجوری که دیدید ماشین به فنا نرفته و الان این پشته. دلم واسه کسایی میسوزه که فکر کردن منظورم لامبورگینی واقعیه، ولی فوشم ندید دیگه، شوخی بود. بریم سمت اولی ویدیو شکور، ببینیم حاج شکور چه کرده بعد از آزادی. یو گرپا وی وی بو بو آی آی گرپا تو یوناس وی وی هرچی همشی والا سجاقا بندو چطور بود؟ برای خودت وقتی دمون خودت دیگه از همه بهتره دیگه، فرق نمی کنه چه خوشمون بود چه یو ای کلا خیلی پرروه، پرروه بعد نه پرروه خوب. مثلا من خودم وقتی مارم تو خیابون یه ویدیو بگیرم کلی با خودم کلنجا میرم این کار رو انجام بدم یا نه، ولی شکور ماشالله. Hey man, what up? یه لحظه اینجا رو ببین. مثلا بیا این بار نگاه، نگاه. چه عرقی کرده آجی، کمر کلن خیس بود. بچه چشم من بعضی وقتا اشتها میره، چون من عادت ندارم هنوز مثل دوربین قبلی سیهو نگاه میکنم به صفحه که خود خرم توشم، باید به اینجا نگاه کنم، به این مسیر. چرا نمیزننش؟ واقعا تو ایران اینقدر صبور نیستن آدم ها. این مشکلی دارم، موز رو وقتی میخورم خودش رو میخورم دوست دارم پوستش هم بخورم. بخور نوشه چه؟
واقعا خورد. What the fuck. بچه‌ها یه خبری امروز خوندم خیلی عجیب بود. گفتم تو ویدیوم بگم حتما بدونید، چون واسه من که خیلی جذاب بود و مطمئنم برای شما هم جذاب خواهد بود. در مورد یک معلمی از اندونزی که پشمای منو ریزون. بچه‌ها این معلمه فقط 36 سالشه تو اندونزی، توی 5 سال به 13 تا دانش آموز دختر مسلمان تجاوز کرده. حکمی که میخوام برای مجازاتش بدن حالا جالبه. اول اینکه 80,000 دلار جریمه نقدی شده، تو طول 2 سال به صورت شیمیایی اختش میکنن، یعنی دیگه نمیتونه عملیات گرد و پرزداری رو انجام بده. بعد یه رادیو الکترونیکی هم بهش وصل کردن که هم موقعیت رو میفهمن، هم هر جا بره این دستگاه اعلام میکنه که این مرد متجاوزه. یعنی مثلا رفته توی مرکز خرید، این دستگاه یه علامتی نشون میده که همه افرادی که تو مرکز خریدن میفهمن این یارو یه متجاوز بوده، یعنی به چند نفر تجاوز کرده. علاوه بر این دادستان ها براش چند سال زندان و نهایتا اعدام هم در نظر گرفتن. حالا مقایسه کنید با موارد مشابهی که تو ایران اتفاق افتاده. حالا تو ایران چه جوریه؟ هیچی. مثلا اگه پدر یه دختری رو به دختر خوشو بکشه یا تجاوز کنه، بخشیده میشه، یا هر چرت و پرت دیگه، یا مثل اون چی بود سعید خاکستری توسی، یا مثل هر کسی دیگه. ولی به نظر من بدترین مجازاتو براش بریدن، واقعا دهنش آسفالت شده. یعنی همون اخته از 100 تا اعدام بده. تو تصور کن 2 سال نمیتونی کاری کنی. پشمام. ببخشید خانم، سلام، خسته نباشید خانم. بود من یه بازی رو خریدم، اسمش رزیدنت اویل، بعد می‌خواستم ببینم واسه بوس فایت آخرش باید با هندگان بازی کنم یا با شاتگان. دهنه تو آجا هنگا با شاتگان اویل نکن ندارید؟ مرسی. بعد یه سوال دیگه، پدر منو ندیدی؟ اصلا خیلی خوبه عوضی. اوکی بای اویل. الان میگه چه مونگولیه. با این ربطی به شکور نداره گایز، فکر کنم چون کالکشن شم بوده فعلا 8-9 تا بیشتر جایی نداره وسطش اضافه شده. این خاک تو سر خرت کنم. وای بخارو پشمام. اون گوسفنده داره رو فرش میریزه رو بشقاب، کی اونو میخوره؟ توی عدد گیر کردم، میتونی بهم کمک کنی؟ ببین نها کن، مثلا جوری میاد اون یکی رفت. چند؟ این چرا جوابشو میده؟ پدرم منو ندیدی؟ این جملهش هم شاخه. خدا کنه دیگه بهش گیر ندن، خودش خیلی زحمت کشه بیاد بالا. رفت. بچه آیدی شکور، آیدی اینستاگرامش توی هر ویدیو هست، میتونید ببینید. از قصد اولش نگفتم چون توی هر ویدیو آیدی شکور هست. واسه چند تلگرام هم زده، اصلا پروموت الکی نیست. من شکور از اولام دوستش هم، هنوزم اون موقع معروف نبود. حتما به کانال یوتیوبش هم سر بزنید، داره کم کم میاد تو یوتیوب. یور ویلکام بیب. آجی مودو ببین، این قطعاً رو تله. میگم تل چون چیز دیگه ای نمیتونه باشه. این قدیمی‌های ایران بیشتر رو تلن پیرا. حالا ما یه فامیل داشتیم میندو نلبکی حل میکرد، خیلی سمه. زیر بارو چجوری زغالش خاموش نمیشه نمیفهمم. فکرم بیشتر واسه جلب توجه بود و این اون لحظه که دست تکون داد من فهمیدم میفهمه الکی دست تکون داد، چون اگه نمیفهمید اون کارو نمیکرد. قطعا اول فکر کنم رو تل بالات مثلا نشسته داره یه قلی میکشه، ولی آخرش فهمیدم قطعا برای جلب توجه بود. چه ادیت هم میکنه برای ما شکور، ساوند افکت بسکتبال میذاره. دیمونه هست یارو میگه الان سلام، وقتتون بخیر. بابا ما ندیدی؟ من میخوام با فلو برم بالا مثل ناسا پرچم بالا. شما نظر تو اینه که چجوری از چون نفسیدی برم که برسم؟ اصلا خیلی راحت میخوام با فلو برم بالا مثل ناسا. نظر رو هم بره اگه مسیری برم این خیلی خوب بریدن. پس تو هم بیا با هم با فلو بریم بالا مثل ناسا. تمشکم خودش. ببخشید چیزی گفتی؟ یعنی نپرسیدین الان ساعت چنده؟
میخواستم بهتون بگم اگه پرسیدین ساعت چنده، من ساعتمو فروختم باش تیکت ناسا خریدم. پرچم گلاس، همه کچلا گلن، با استعداد قدر قدرت جز یک کچل. من هم شنا زیاد میتونم برم جلوی موتور یارو. مادرت رو میارم تو خونم و سرگرم میشم، مادرت میگه بکش بایی. چی بود؟ خب گایز، دم تک تکتون گرم. عاشق یک هایکتون هستم، جذاب هستید و زیبا، دیدنی و سکسی، پرقدرت و مقتدر، خفته و بهتری. واسه تون یک فیلم آوردم درجه یک، Honor Society. Probably get to work because I need a scholarship. Yeah, you might freak the tip off. چند وقت بود به خاطر موضوعات ویدیویی که داشتیم فیلم معرفی نکرده بودم، ولی چقدر فیلم جدید اومده. یعنی این چند روز فیلمایی که معرفی میکنم حتما ببینید، همشو خفنن، همشون هم 2022. بعضی وقتا شانسی یه فیلم قدیمی میاد. کامنت امروز با چند تا از رپرها میتونید یه لیگ درست کنید و هفته یه بازی ببرید جلو، خیلی باحال میشه. براش اسم بذارید، هر کی تیمش انتخاب کنه و تا آخر لیگ با همون بازی کنه. فکر کنم منظورش فیفا، یعنی مثلا با رپرها لیگ فیفا بذاری. این کار خیلی سخته، مثلا یه هفته دو تاشون هستن، سه هفته سه تاشون نیستن. مثلا یکی قرار فردا بیاد نمیاد، پس فردا میاد. واسه همین این کار خیلی نشدنیه، مگر اینکه بیاد وسط اینجا همه مثلا میان پلی بدن. ولی با بچهای خودمون که اصلا قطعا میشه همه سولاخن. ایلیا که سولاخ عالمه، سوالکم که میبازه، کچی هم به خدا یه بار تو دوربین برد. سری پیش 6-4 بردمش، همشونو بردم. من حاضرم با فنام کلکل فیفا کنم. قهارترین فیفا بازیتون بیا تو دی ام اینستاگرام. آدما همیشه از کسی ضربه میخورن که میگن نه بابا من اینو میشناسم، همچین آدمی نیست. گوه خوردیم، باشید سقرا رو بیارم. حرکت آخر رو همراه با سقرا مشتبا رو سری بعد بیاریم. اول از همه فولدار شید و بعد سلامت باشید. گود بای.